سلام به شما دوستای خوبم در دکتر سلامت، امیدوارم سالم و تندرست باشید. من پگاه هستم و در این ویدیو راه‌های تشخیص یک هندوانگی شیرین و آبدار رو بهتون معرفی میکنم. پس با من همراه باشین و لایک و سابسکرایب کردن ما رو هم فراموش نکنید. فصل هندوانه های شیرین و آبدار رسیده و هم اکنون که در بازار این میوه جالیزی به عنوان نوبرانه به فروش میرسد، انتخاب یک هندوانه شیرین کار بسیار دشواری است و نیاز به تجربه و آگاهی دارد. اما بهترین راه تشخیص هندوانه رسیده چیست؟ چندین راه برای تشخیص رسیدگی و شیرینی هندوانه وجود دارد. معمولاً بهترین علامت رسیدگی هندوانه تغییر رنگ پوست آن است. اگر دقت کرده باشید، اغلب هندوانه های راه راه در قسمتی از پوستشان لکه بزرگ تغییر رنگ یافته دیده می شود که نشان دهنده سطح تماس پوست هندوانه با زمین است. اگر رنگ این قسمت سفید متمایل به سبز باشد، هندوانه نارس است. اما اگر به رنگ زرد روشن متمایل به کرم باشد و خطوط هندوانه موازی، صاف و تیره تر باشد، نشان دهنده رسیدگی میوه است. معمولاً هندوانه های راه راه رسیده هرچه گرد تر باشند شیرین تر و هرچه کشیده تر باشند آبدار تر هستند و هندوانه های با پوست مات از انواع براق آنها بهترند. برای انتخاب یک هندوانه خوب به دنبال شکل یک نواخت باشید، به دنبال هندوانه محکم و متقارن و عاری از له شدگی، بریدگی و تو رفتگی. اگر هندوانه دارای هر گونه برآمدگی بود، به این معنی است که در طول رشد مقدار نادرستی از نور خورشید و آب را دریافت کرده که باعث خشکی و تناقض در آن شده. هندوانه باید نسبت به اندازه اش سنگین به نظر برسد که نشانه‌ای بر پر آب بودن و رسیده بودن آن است. سعی کنید وزن هندوانه را نسبت به اندازه مشابه آن مقایسه کنید. هر کدام که سنگین تر باشد رسیده تر است. این توصیه برای اکثر میوه ها و سبزیجات دیگر هم قابل استفاده است. تکنیک ضربه زدن مقداری مشکل است، اما بسیاری از طرفداران هندوانه به آن اعتقاد دارند. با بند انگشتان خود ضربات تند و کوتاه به هندوانه بزنید و به صدای آن گوش دهید. برای هندوانه رسیده شما یک صدای پر و کامل خواهید داشت، اما اگر صدای گرفته و عمیق شنیدید به این معناست که هندوانه نرسیده است. هندوانه به شرط چاقو، این یعنی مطمئن باشید هندوانه‌ای که می‌خرید قرمز قرمز است. این هندوانه‌ها نه اصلاح ژنتیکی شدند و نه نیاز به هندوانه شناس دارند. حقیقت این است برخی افراد سودجو قبل از چیدن هندوانه در کانال‌های ورودی آبی که به پای بوته هندوانه می‌رسد، از مواد غیر مجاز قرمز رنگی که احتمالاً از ترکیب نوعی کود رنگی تهیه می‌شود استفاده و به این ترتیب آب را قرمز می کنند. سپس آبیاری را قطع می کنند. در این مدت رنگ به همراه آب وارد ریشه و سپس آوندهای محصول شده و سبب رنگی شدن هندوانه می شوند. و اما خطر رنگ های جادویی هندوانه برای بدن. لازم است بدانید اغلب کارشناسان و متخصصان علوم غذایی اتفاق نظر دارند که استفاده از رنگ‌های شیمیایی در میوه‌ها و محصولات جالیزی پدیده این ناشناخته، غیر علمی، غیر بهداشتی و مغایر با سلامت انسان است. این رنگ‌ها با ورود به بدن به صورت رادیکال‌های آزاد درآمده و موجب انهدام سلول‌های سالم و تکثیر سلول‌های بیمار و در نهایت بروز تومورهای بدخیم و سرطان می‌شود. و اگر همراه این رنگ‌ها فلزات سنگین هم وارد بدن شوند، در استخوان‌ها و بافت‌های بدن انباشته و سبب تضعیف سیستم ایمنی بدن و ابتلا به انواع عفونت‌ها می‌شود. همچنین این رنگ‌ها علاوه بر بروز انواع آلرژی، مسمومیت‌های شدید و بیش‌فعالی در کودکان می تواند عمل کرده سیستم قلب و عروق را مختل کرده و موجب سکته قلبی شود.
هندوانه اصلاح شده بخوریم یا نخوریم؟ و اما هندوانه هایی که در اثر اصلاح ژنتیکی رنگشان تغییر می کنند تا چه میزان قابل اعتماد هستند؟ لازم است بدانید هندوانه منبع خوبی از رنگدانه های طبیعی به نام لیکوپن است. لیکوپن نوعی آنتی اکسیدان قوی است که خاصیت ضد سرطانی بالایی دارد. به همین دلیل گاهی بیولوژیست ها با تغییراتی در ژن های هندوانه گونه آن را اصلاح کرده و در رنگ و اندازه آن تغییراتی ایجاد می کنند. به عنوان مثال با اصلاح ژن بر میزان لیکوپن هندوانه افسوده و در نتیجه محصول قرمزتر و خاصیت ضد سرطانی بیشتری خواهد داشت. البته گاهی هم لیکوپن هندوانه را حذف و رنگ هندوانه را زرد می کنند که به آن هندوانه آناناسی می گویند. بافت این محصول نرم و طعم شیرینی دارد و از نظر مزه کمی با هندوانه قرمز متفاوت است، ولی پوستش همچون انواع هندوانه هاست. لازم است بدانید همه هندوانه های آناناسی با اصلاح ژنتیکی زرد نمی شوند. ممکن است این تغییر رنگ به دلیل گونه و جنس هندوانه باشد. این را هم بدانید با وجود آنکه تغییرات و اصلاح در ساختار ژنتیکی گیاهان امری مرسوم و در حال تکامل است، اما احتمال اینکه در هنگام اصلاحات ژنتیکی تغییرات نامطلوب و ناخواسته ای رخ دهد و محصول زیانبار شود هم وجود دارد. پس بهتر آنکه هر محصولی را با شکل و شمایل و رنگ و طعم اصلی و طبیعیش مصرف کنید و زیاد به دنبال تنوع نباشید. به یاد داشته باشید که هندوانه کامل و قاچ نشده را قبل از آنکه استفاده کنید می توانید به مدت یک هفته در یخچال نگهداری کنید. برای جلوگیری از کوفتگی و له شدن هندوانه آن را با احتیاط حمل کنید. هرگز هندوانه را در دمای زیر 4 درجه سانتیگراد نگهداری نکنید، چون این کار می تواند باعث سرمازدگی و صدمه به هندوانه شود. ممنون از شما عزیزان که تا پایان این ویدیو من رو همراهی کردین. امیدوارم هر جایی هستین تنتون سالم، دلتون شاد و لبتون خندون باشه. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید اون رو کامنت کنید. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.